ونکوور بزرگترین شهر ساحل غربی کانادا است. این شهر در یک محیط دوست داشتنی طبیعی واقع است که از مزایای کامل رشته کوههای ساحل بریتیش کلمبیا و اقیانوس آرام بهره مند است. وقتی از ساکنان این شهر درباره مناظر بک و الهام بخش نظر خواسته می شود، نمی توانند از بین گزینه های فراوان موجود یک مورد را انتخاب نمایند. در ادامه چند نکته جالب درباره ونکوور را با هم مرور می کنیم. فقط در فاصله 15 دقیقه ای از مرکز شهر ونکوور، در قلب رشته کوههای ساحلی اقیانوس آرام، سرزمین عجایب و ناهموار کوه گروس، بزرگترین بلندی این شهر قرار دارد. این سرزمین در سال 1894 بعد از انجام یک تور پیاده روی در دامنه این کوه و مواجه شدن با پرنده شکاری بلو گروس، در وسط ماجراجویی آلپی خود به نام کوه گروس نامگذاری شد. این کوه همچنین بزرگترین تلکابین یا ترامواي هوایی آمریکای شمالی را در خود جای داده است. پل معلق کاپیلانو. از سال 1889 این منظره تعداد بازدید کنندگان شهر ونکوور را دستخوش تغییرات زیادی کرده است و بریتیش کلمبیای واقعی را به نمایش گذاشته است. شما از این منظره و از روی پل می توانید مدهوش چشمانداز زیبای شهر ونکوور شوید و همزمان با حرکت در میان مارپیچ گرانیتی کلیف واک میان جنگل‌های بلند به طبیعت نزدیک‌تر شده و در پارک پل معلق غرق تاریخچه کانادا شوید. ونکوور بعد از نیویورک بزرگترین بندر آمریکای شمالی هم از نظر بارگیری و هم از نظر اندازه فیزیکی است. این شهر همچنین یکی از بزرگترین بنادر حمل کشتی‌های کروز نه فقط در آمریکای شمالی بلکه در کل جهان است. بندرگاه این شهر، بزرگترین سالن غذاخوری ونکوور، تور گشت و گذار از مناظر جالب و رویدادهای ویژه از جمله گشت و گذارهای آتشبازی تابستانی هر سال و شام و رقص در کشتی‌های سرود کریسمس را در کل فصل فستیوال در خود جای می‌دهد. پارک استنلی. پارک استنلی ونکوور از بهترین دارایی‌های طبیعی آن است که هر ساله با کالسکه سواری‌های نوستالژیکی که توسط اسب‌ها کشیده می‌شوند و چوب‌های مشهور نقشدار جانوران محافظ قابل مختلفش هزاران بازدید کننده را جذب می‌کند. با این حال چیزی که اکثر مردم از آن آگاه نیستند این است که بزرگترین و پرطرفدارترین پارک ونکوور یک ناحیه فوق‌العاده 1001 هکتاری دارد که باعث شده است در واقع 10% بزرگتر از سنترال پارک نیویورک باشد.